خب دوستان عزیز، ساعت 6:52 عصر روز پنج شنبه. جالبه با همین پیرهن صبح از خونه که اومدم بیرون برای شما یه لایو گذاشتم، حالا یه لایو میذارم، بعد میتونید مقایسه کنید قیافه آدم ها صبح که میرن سر کار با شب که از کار برمیگردن. ولی در طی روز اتفاقایی که میفته خیلی جالبه. امروز با یکی از دوستان صحبت میکردم، سفت و سخت باور داشت که آقای میبودی و خانم گوگوش و شوهر جدیدش، ماشاءالله این گوگوش خودش قد یه ثبت احوال دفترچه شوهر و دوست پسر و فاسق و معشوق و عشق و نمیدونم این چیزا داره. خب لابد خوبی دیده ازشون. I don't know چی بگم، نمیدونم چی بگم. در هر صورت ایشون میگفت که نمیدونی چجوری این آقای میبودی گوگوشو علم کرده بود، شوهرش هم آورده بود. من شنیدم این با این شوهرش مثل که توی کنسرت ازدواج کردن. چه کارایی میکنن دیگه این ایرانی ها، مخصوصا این پیروپاتالا که حالا دیگه میخوان از جوان ها چیزی کم نداشته باشن. البته تو هنرمند ها همیشه همینجوری بوده، اینا یه مقداری نرمال هستن، غیر معمولی هستن، مثل آدم های دیگه زندگی نمی کنن. گفتم خب حالا خانم گوگوش آوردن، میخواد این چی بشه؟ اون ایوا پران بود، کی بود مال خواننده زنه؟ خب اون میخواد چیکار کنن؟ یا مثلا همین آقای آقای رها اعتمادی اگه اشتباه نکنم با شور و آب و تاب داشت تعریف میکرد که من 2 سال این شعره رو نشستم زحمت کشیدم، بعد که انقلاب زن زندگی آزادی شد گفتم دیگه نمیشه با تحمل کنیم، باید بریم یه کاری بکنیم. رفتم این شعر رو دادم آقای سیاوش قمیشی و گوگوش، گفتم و باید شما دوتا بخونیم. اصلا اینا توی دنیای دیگه. حالا که چی شد؟ خانم گوگوش اون شعره رو خون بعد 40 سال فلان 20 سال. خب که چی شد؟ شما فقط این چیز میکنین که به اصطلاح این قابلمه رو گرم میکنین که اگه سر سگم توش هست بپزینش و بفروشین به این مردم بیچاره. حالا میبینیم که کنسرت ها چپ و راست راه افتاده، همه آخرین کنسرت و هیچ کدومشون رفتنی نیستن، مگر اینکه یکی یکی خدا شناسنامه‌شون رو باطل کنه و برن. در سری دوستمون میگفت، گفتم خب یعنی شما فکر میکنی تو ایران جوونا میشینن آقای میبودی رو نگاه کنن؟ فکر کنم آقای میبودی الان 80 اگه بیشتر نباشه 80 رو داره. گفت نه، برای خارج نشینا. گفت آقا خارج نشینا کی تلویزیونا رو نگاه میکنه؟ یه مش پیروپاتالی اونا میخوان حالا برن چیکار کنن؟ بلنش برن زن زندگی آزادی سال قبل نشد، حالا امسال اینا با نمایندگی خانم گوگوش میخوان برن. معصومه قنبل نژاد و رضا پلوی و نمیدونم حامد اسماعیلیون و دیگه کیا، علی کریمی و علی دایی و بگید دیگه، چند تا تو رادیو تلویزیون ایران بودن که اونا هم هول برشون داشت، بعد اومدن بیرون، بعد حالا گفتن غلط کردیم، دوباره میخوان برگردن تو. آقا خانم اینا اینجوری نمیشه. تا کسی بلند نشه بگه من دارم میرم ایران، بنده خدا این دوست ما آقای مسعود کردار اومد گفت آقا ما دیگه با این سن و سال، بزنم خمینی که بلند شد تو سن چقدر بود 70 سالش بود بلند شد رفت ایران، اینم گفت منم میخوام برم ایران. اگه کسی میاد بشینه برنامه صحبت کنیم بریم، هیچ کس پیدا نشد، هر کی اومد فقط ایراد گرفت. بگذاریم در اصورت ما گفتیم یه لایو چند دقیقه هم بذاریم، چون دوستان هی میگن آقا مثل دیگران برنامه های کوتاه بذار. گفتیم چشم، ببینیم برنامه کوتاه چی میشه. موفق باشید، با امید دیدار. سعی میکنم شنبه یک شنبه تمام این چیزایی رو که در این دو سه تا برنامه گفتم یا فردا هم میگم بشینیم به صورت مبسوط، یعنی بستش بدیم، بازش کنیم. خیلی ها تو زبان ایرانی بست داریم یعنی بستن، بست داریم یعنی توسعه دادن و باز کردن. عجب زبانیه. خب
شب و روزتون خوش، هر جای دنیا هستید مواظب خودتون باشید، به امید فردایی بهتر و دنیایی روشن‌تر.